نیویورک خیلی سرد بود. منم هر روز دنبال لباس عروس بودم. میترسیدم که نکنه مریض شم. راستش یکم سرماخوردگی کوچیک گرفتم. حالا خدا رو شکر سالم برگشتی. خیلی خودم رو با ویتامین تقویت کردم. امیدوارم که چاق نشم، چون لباس عروسی که خریدم اندازم نمیشه. خیلی ممنون. باشه کم خالی قرصاتو نخور. هنوز هیچی نخوردی؟ خوردم مامان جون. دیدم که نخوردی. ببین بانو، این اواخر خیلی خودتو خسته میکنی، لطفا به تغذیه توجه کن. نگران نباش، من خوبم. واسه همین پیش دکتر نمیری؟ آخرین بار کی پیش دکتر زیا بودی؟ آه، خیلی وقت نرفته، تاریخشو یادش نیست. بابات شکایت مریضشو به تو میکنه؟ یا اینکه تو نگرانم بودی و ازش سوال کردی؟ گفته بودم که نگی، گفتم که کاسه کوزه ها سر من میشکنه. نمیفهمم این یعنی چی؟ یعنی حرفی جز من ندارین بزنی؟ آروم باش بانو. به نظرم موضوعی مهمتر از منم هست که دربارش بخواین حرف بزنین. لطفاً اشتباه برداشت نکن. دیشب بابام چون خیلی وقت بود ازم خبری نداشت به باریش زنگ زد. دلیل نرفتنم و پرسید، از این طریق مطلع شد. همه تون از جلوی چشمم دور شین. هر کسی به زندگی خودش رسیدگی کنه. الو، صبح بخیر آقای نهاد. ممنونم، شما چطور؟ واقعا؟ اوه، تا این حد؟ پس مسابقه به تاخیر میفته. باشه، کاریش نمیشه کرد. بله، باشه، هفته دیگه؟ نه، واسه ما خیلی بهتره. ما هم با خیال راحت آماده میشیم. فهمیدم. وچه ی منو خراب میکنی باریش. برای همین نمیخوام بعد از ازدواج اینجا زندگی کنم. همش فکر میکنه من وضعیتشو به پدرم گزارش میدم. حرف بی جایی هم نمیزنه. بین مریض و دکتر مسائل خصوصی وجود داره. اینو به عنوان دختر یه دکتر بهتر از همه میدونم. احساس میکنم بانو داره مثل روزای قبلش میشه. این پروژه خیلی خستش کرده. گناهیم که پر از مشکلاته. داره با حساب دختر بازی میکنه، متوجه نیستی؟ متوجه هستم، ولی اصلا زمان مناسبی برای صحبت کردن نیست. تحمل دیدن منو ندارن. نمیفهمم چرا اینطوری رفتار میکنن. دیوونه میشم وقتی منو گنه یا توی سطح میبینن. چرت نگو. من گنه نیستم. با تو به خاطر اسم و پول و خانوادت ازدواج نمیکنم. اگه اونا اینو متوجه نیستن، لطفا تو متوجهشون کن باریش. خب بس دیگه، کشش نده لطفا. گنه رو بانو تاثیر بدی گذاشته. به خاطر اونم هست که اینجوریه. مامانم هم خیلی خوب میدونه. اعصابش از دست اونا خورده. ولی من این شرایط درست میکنم. برای آرامش هممون این کارو میکنم.